بزرگراه راه القرا منتهی به مسجد الحرام در مکه با بیلبوردهای های رنگین، اماکن عمومی، فروشگاه های لوکس و مجتمع های شیک نظر بیننده را جلب می کند. این خود بخشی از یک برنامه 26 میلیارد دلاری است با هتل های بلند مرتبه، محل های مسکونی، رستوران ها و سوپرمارکت‌هایی برای رفاه حال زائران. مکه با این طرحها روز به روز بزرگتر و باشگوتر می‌شود. می شود. در حج امسال که روز جمعه به پایان رسید، جمعیت زائران پس از چند سال تعطیلی نسبی حج به دوران پیش از کرونا رسید. ریاض در یک برنامه بلند پروازانه در نظر دارد تا سال 2030 جمعیت گردشگران حج را سالانه تا 30 میلیون نفر برساند. بر این کار 80 میلیارد دلار یعنی 10 درصد تولید ناخالص داخلی به این برنامه اختصاص داده شده است. گردشگری دینی چهار و نیم درصد تولید ناخالص سعودی را تشکیل می دهد و بنا به برآوردها درآمد سعودی بابت حج 12 میلیارد دلار در سال است. طبعاً ال... بله دولت خادمین حرمین شریفین مکه و مدینه مشتاقانه در صدد تامین رفاه زائران حج عمره و حج تمتع است. برای این مسافران ایمانی بهترین امکانات را فراهم می کند. دلیل گسترش بی امان زیرساخ ها و روبناها در مکه و اماکن مقدس هم همین است. تلاش می شود گام به گام با افزایش زائران خارجی و داخلی بهترین امکانات برای حج عمره و حج تمتو هنگام دیدار مسلمانان از خانه خدا ارائه شود. در مسیر گسترش شهر مکه، شرکت های ساختمانی هم اکنون در صدد توسعه شهر در شمال غربی و شمال شرقی مسجد الحرام هستند. ساخت هتل های ای در مسیر تقریبا چهار کیلومتری در کنار مجتمع های مسکونی، پارک ها، بازارها و مراکز فروش جنب مسجد الحرام بخشی از این پروژه است. هدف دولت نوسازی شهر مکه و جایگزینی ساختمان های قدیمی و سنتی، تلفیق سنت های دینی با الزامات نوسازی و نوآوری است. نوسازی در راستای چشمانداز 2030 همه جای شهر نظر مسافران را جلب می کند. پژوهان، صدای آمریکا